در نروبی شب است و یک زن حامله نزدیک به وضعیت زایمان است. اخیراً خدمات امبولانس ویژه با کارمندان صحی برای انتقال زنان حامله به شفاخانه به فعالیت آغاز کردند. به دلیل محدودیت‌های وضع شده جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طرف حکومت کنیا، دکتران شاهد مرگ مادران در زمان ولادت در خانه بودند و برای جلوگیری آن اقدام کردند. وقایع مربوط به زایمان بلند رفته است. در حد اوسط دو بار از طرف شب زنگ می آید. آنچه در نایروبی و جهان و برخی کشورهای پیشرفته روی داده است، طبق گزارش ملل متحد، حاکی بر آن است که خدمات صحی در بخش مادران، کودکان زیر 5 سال و نوجوانان به دلیل شیوع ویروس کرونا کمتر شده است و پیامد آن مصیبت بار است. تخمین های اولیه پیش بینی می کند که ما تأثیر عمده آن را بر اطفال زیر 5 سال خواهیم داشت. شمار کودکان در سوء تغذی و کودکانی که مورد خشونت قرار می گیرند و تقلیل دسترسی زنان به سکتور صحی بسیار نگران کننده است. گزارش نشان می دهد که حدود 40 میلیون طفل با قحطی روبرو‌اند به خاطر که آنها به غذای مکاتب که مسدود شده اند دسترسی ندارند. 13 میلیون کودکان از واکسین کردن دور ماندن و برخی خانواده ها از ترس بردن فرزندانشان به بیرون می ترسند و برخی کشورها با کمبود واکسین هم روبرو هستند. خطر شیوع دوباره چیچک، پولیو و سایر امراض ساری واقعی است و چیزی است که باید برای آن آمادگی داشته باشیم. در این گزارش دریافتند که زنان و دختران در سراسر جهان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند. شمار واقعات حاملگی افزایش یافته است و زنان کمتر به خدمات رسیدگی و تولید نسل دسترسی دارند و شمار بیشتر مادران به دلیل دشواری های زایمان جان باختند. دکتر علی پویی می گوید وقتی واکسین ساخته شود بحران کووید را خاتمه خواهد بخشید، اما کشورهای ثروتمند باید برای تقویت سیستم مراقبت های صحی کشورهای فقیر کمک کنند به خاطر که ویروس فراگیر وضعیت مردم فقیر را بدتر ساخته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.